در دنیا دانشمندان و فلاسفه و معلمین مذهبی یا رهبران سیاسی زیادی اومدن و رفتن و تمام اینا به دو گروه تقسیم شدن بعضیا خوشبین به آینده و بعضیا بدبین و در میان انسان ها هم, هم اینطوره بعضیا بدبینن نسبت به آینده بعضی خوش خوشبینن ولی کتاب مقدس چطوره؟ بیلی واعظ معروف مسیحی مبشر معروف مسیحی در یکی از معایزهاش و سخنرانیهاش در یکی از سادیوم بزرگ دنیا که برای صدها هزار نفر سخنرانی میکرد یک روز گفت دوستان عزیز خیالتون راحت باشه چون که من آخر کتاب مقدس رو خوندم همه چیز خوب خواهد شد پس خبر خوشی داریم برای شما انجیل برای شما خبر خوش داره که آینده آینده بدی نیست خدا آینده زیبایی رو در نظر داره برای ما و آخر کتاب مقدس زیباست به قول ما ایرانیا آخر شاهنامه خوشه ها و دوست عزیزم آخر کتاب مقدس خوشه آخر کتاب مقدس پر از خبرهای خوش و امید دهنده است و خوشبی باش نسبت به با آینده و امید پر جلال تو از داست نده و خوشحال باش و با شادی خداوندت رو خدمت کن